سلام خدمت همه دوستان و همراهان عزیز. آقا ما بعد از یک هفته و یک ماهی حالا بگیم که غیبت طولانیمون که ویدیو نذاشتیم رو در خدمت شما هستیم. با من همراه باشین با یکی دیگه از ویدیوهای تولید قالب سینک‌های گرانیتی در خدمت شما عزیزان هستیم. خب اولین مرحله‌ای که هست در این قسمت از قالب گیری سینک های گرانیتی، مهمترین و اولین قسمتش همین خمیر گیری دور اطراف قالب است که با خمیر بازی که کودکان همه بچه های 3 تا 6 ساله ازش استفاده میکنن، با هم همون خمیر بازی های رنگی که خودمون هم استفاده میکردیم دوران بچگی، با هم اینا دارم دور اطرافش رو با خمیر بازی خمیر گیری میکنم که این کار باعث میشه که این رزین یا ژلکوتی که بعد از این مرحله به قالب نمونه گیری استفاده میکنیم اون رو بین چوب و سینکمون شوره نکنه یا نچسبه به اونا که بعدا نتونیم قالب بعد از قالب گیری اون نمونه سینک گرانیتی رو از قالب در بیاریم. پس به راحتی همین خمیرها رو دور اطراف چهار طرف مدل سینک گرانیتمون میکشیم و با استفاده از دو تا کارتک یا چاقو هر چیزی که دم دستتون باشه میتونیم به راحتی اونا رو تمیزکاری کنیم و اون خمیرهای اضافی که با انگشتتون کشیدین رو با استفاده از این کارتک ها تمیز کنیم و به راحتی این کار انجام میشه. جلوترم تو ویدیو از نمای نزدیکم به شما نشون خواهم داد که چطور این خمیر رو بر دور اطرافش رو میکشم و بعد با استفاده از کارتک تمیزکاری میکنم که اضافات خمیر رو با استفاده از کارتک بر میدارم و خیلی تمیز و شیک این مدل قالب گیریمون رو انجام میدیم. و نکته ای هم که هست، این خمیرها تو حرارت و حرارتی که رزین پلی‌استر یا اون ژل کتمون بعد لایه گذاری هیچ تغییر حالتی نمیده. خیلی از دوستان میگن آقا چه فرق میکنه مثلا با همین خمیر معمولی؟ نه نمیشه، چون این خمیرها تو چیز قسمت‌های مختلف تقریبا میشه گفت که هیچ تغییر حالتی نمیده. و اینم از نمای نزدیک که ببینید چطور من این خمیرهای اضافه رو کارتک کشیدم و یک دست انجام دادم. و اینجا هم خودتون میبینید که تو این قسمت از ویدیو هم که خودتون میبینید که من از نمای نزدیک دارم خمیر رو بین چوب MDF یا همون چارچوبی که به سینکمون روش گذاشتیم رو دارم خمیرگیری میکنم. خودتون میتونید ببینید. دوستان توجه اصلا به این که خمیر اضافه زدین، کمتر زدین یا بیشتر زدین توجه نکنید، چون واقعا بعدا هیچ مشکلی پیش نمیاد. فقط این رو بدونین که هیچ درزی بین چوب و سینک گرانیتی نذارین بمونه که بعدا مشکلی ایجاد کنه براتون. پس همینطوری خمیرها رو بین چوب و سینک گرانیتی تون بکشین و با استفاده از کارتک یا هر چیزی که دم دست بوده، همون تیغ موکت بور، با اینا میتونید اون اضافات خمیر رو تمیزکاری کنیم و بعد به صورت کاملا یک دست و کاملا آب بندی شده تحویل بگیریم. خب این کار یه ذره چی میگن تخصص خاصی نمیخواد، فقط یه ذره دقت و یک ذره هم حوصله به خرج بدیم، به راحتی میتونید این کار رو انجام بدین. ببینید همینطور که هم میبینید کارتک هایی که هست، من از این سطل بچه هایی که خمیر بازی درست میکنن و سطل هاست از اونا برداشتم. یعنی چیز خاصی نیست که مثلا بگین ابزار تخصصی یا چیزی، نه خاص چیز خاصی نیست، به راحتی میتونین این کارها رو انجام بدین و با استفاده از کارتک های مختلف این خمیرهای اضافه رو بردارین. همینطور که هم میبینین بعد اینکه آقا خیلی از دوستان میپرسن که این چارچوب چیه؟ چارچوب همون چارچوب MDF هست که دو تا اندازه مختلف داریم، یعنی دو تا 10 سانتی در الا 10 در حالا بگیم 140 سانتی، بعد دو تا هم 47 در 10 سانت هست که اینا رو با استفاده از میخ و چسب چوب و چسب 1-2-3 اینا رو به هم دیگه وست کردیم و یک چارچوبی رو درست کردیم که
سینک گرانیتی یا همون مدل قالب سازیمون رو روی میزمون قرار بدیم و اینطوری دورش رو خمیرگیری کنیم و به راحتی بعدن قسمت‌های مختلف و بعد این مراحل، مرحله واکس زدن و فیلم جدا کننده، ژل کد، بعد رنگ قالب، بعد چی میگن الیاف گذاری و این مراحل رو به صورت مراحل مختلف هم ویدیوهاش رو براتون میذارم، هم این قسمت ها رو تکه تکه و بعد به صورت یک تکه براتون اجرا خواهم کرد و خودتون هم میبینید. دوستان حتما یه توجه هم بکنید که این گوشه هایی که سینکا دارن حتما به اونا توجه کنید که هیچ درزی نداشته. این گوشه ها خیلی حساسن، یعنی اگه درز داشته باشن بعد از غالب گیری به هیچ عنوان نمیتونیم این مدل قالب سینک گرانیتی رو از قالب بیرون بیا، مجبور میشیم که بشکنیم این مدل رو تا این قالبمون حاضر بشه و بعد بتونیم ازش استفاده کنیم. این گوشه ها رو حتما یه مد نظری داشته باشین. اون گوشه کنارا که خیلی ریز حباب میمونه، بعد خیلی ریز درز میمونه که بعدن مشکلی زیادی رو به ما ایجاد میکنه. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودیم. منتظر کامنت ها و نظراتتون هستم.